بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل ولی کل داد مظلومی تو ملک جهان را پر کرد یا ابا عبدالله داد مظلومی تو ملک جهان را پر کرد عالمی نیست که با یاد غمت در هم هم خدا داند و هم عالم و آدم دانند که به جز رایت عشق تو در این عالم نیست باز ماه محرم الحرام از راه رسید ماه تولد مجدد ماه پیدا کردن خودت ماه گرفتن تصمیم در رفاقت با خدا و ولی خدا ماهی که خیلی ها قلبن حسین ابن علی را دوست داشتند و خیلی ها ادعا میکردند همراه ابی عبدالله خواهند بود اما در لحظه غفلت کردن و امام از میانشان رفت ماهی که من و تو هم باید تصمیم بگیریم با حسین زمان چه بکنیم با وجود نازنین بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا چگونه ما آمله داشته باشیم چگونه در مسیر خیمه سبز حضرت بقیت الله الاعظم خود را قرار بدیم اینها در ماه محرم رزق ما خواهد شد توجه را بیشتر بکنیم به بی این ماه با عظمت حالا در بعضی از ممالک گرفتن مجالس حضوری یک مقداری سخته چه کسایی که در این ممالک صدا و تصویر بندره می میبینند و میشنوند چه اونهایی که در ممالک اسلامی الحمدلله مجالس امکان برپاییش هست به هر دو یک جمله را عرض کنم خواهشانه و آجزانه که تنها بسنده به مجالس ابی عبدالله الحسین در بیرون از منزل و تکیه خانه های تنها نکنیم خانه های خود را امسال تکیه خانه کنیم بیرق های عبا عبدالله را بر سردر خانه ها نسب کنیم منازل خود را با کتیبه های مجلس ازای ابی عبدالله الحسین آزین بندی بکنیم در حد توان خود در منازل هم بر حسین ابن علی علیه السلام مجلس بگیریم تمام حرف بنده این است که به صورت خانوادگی و گروهی و با همه اعضاء فامیل و خصوصا فرزندان کودک و نوجوان پا به ماه محرم بگذاریم اجازه بدین فرزندان ما درگیر این عظمت شوند اجازه بدین فرزندان ما این عظمت را لمس کنند حتی در کتیبه هایی که به دیوار منزل میزنیم دقت کنیم پرچم ها و کتیبه های شکیلی را انتخاب کنیم تا کودک پسند و نوجوان پسند هم باشد در حد توان لباس های مشکی یک دست برای کودکان ما و برای فرزندان ما تهیه کنیم تنها خود را عزادار سید الشهدا علیه و السلام و سلام ندانیم و همه اعضای فامیل را در این قضیه سهیم کنیم همون که ابی عبدالله سلام الله علیه با همه اعضای فامیل وارد کربلا شد و در جنگ با شیطان و شیطان پرستان و ظالمین با تمامی وجود حرکت کرد اللهم عجل ولی یک الفرج